متضررین حوادث طبیعی در هرات نگران تکرار حوادث سال گذشته هستند. آنان میگویند که سال گذشته نیز برایشان هیچ کمکی از سوی حکومت نرسیده است. در همین حال بر اساس سروی های اداری حوادث طبیعی هرات، در حال حاضر بیش از 3000 خانواده در ولسوالی ها وجود دارد که نیازمند کمک می باشند. اما اداره مبارزه با حوادث طبیعی به دلیل تهدیدات امنیتی نمی توانند آنان را تحت پوشش قرار دهند. بار دیگر با فرارسیدن فصل زمستان، باشندگان ولسوالی های هرات از آنچه تهدیدات برگرفته از سیلاب ها میگویند نگرانند. به گفته آنان در پی سیلاب های سال گذشته متحمل خسارات مالی و جانی شدند، اما حکومت تا کنون هیچ گونه توجهی در قسمت رفع این تهدیدات نکرده است. این باشندگان نگرانند که بار دیگر فاجعه سال گذشته تکرار شود. ولی که ما خود ما از ولسوالی گذریم، به بالای 10000 خونه به تحت سیلاب قرار دارم که همیشه ما از او رنج میبریم. ولسوالی پشت زغون رسیدگی و همکاری و حمایت از این دولت خیش دارد، ولی متاسفانه که دولت از ولسوالی پشت زغون آگاهی ندارد. کمک ها به موقع نمیرسه. وقتی که مردم او ببرد و بالاخره هم خساره من شدم، بعد از ماها بعد میبینیم دولت بیاد که شما سروی کنم. آنان میگویند با اینکه بارها از مسئولان محلی هرات خواستار توجه و کمک رسانی به ولسوالی های خود شدند، اما تا کنون هیچ گونه کمکی به آنان نشده است. شماری از اعضای شورای ولایتی هرات هم با ابراز نگرانی از بیتوجهی حکومت به مناطق آسیب پذیر، اداره مبارزه با حوادث طبیعی را به کمکاری متهم شد. متاسفانه بیشترین آسیب را ولسوالی های محروم از این نایه میبینن، چرا که هیچ گونه کمک رسانی با موقعی برای اونا صورت نمیگیره، تلفات هم بسیار زیاده و دادرسی و دادخواهی آنها هم به گوش مسئوله نمیرسه. اما رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی میگوید که آنان به دلیل تهدیدات امنیتی ممکن است نتوانند با آنان کمک رسانی کنند. و امسال هم ما جای نام نداریم، مثلا ولسوالی شیندند یا پنج ولسوالی شیندند که است، اینا هم اگه نام نستن و مؤسسات از رفتن به ولسوالی ها اعتراض دارن، ولسوالی گلران همچنان، ولی ما کوشش میکنیم که از طریق ما کمک رسانی بکنیم. در حالی که رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی از تهدیدات امنیتی به عنوان بزرگترین چالش و صدراه کمک رسانیشان یاد میکند، سخنگوی والی هرات میگوید که اداره ملی کمیته اسرائیل را به منظور کمک رسانی به آسیب دیدگان حوادث طبیعی ایجاد کرده است. در چوکات کمیته ولایتی مبارزه با حالات اضطرار که متشکل از ادارات مختلف است، در او نیروهای امنیتی، اطلاعاتی، دفاعی هست، مؤسسات بین‌المللی عضویت دارند، ادارات دولتی هستند. نبود بودجه کافی و کمبود پرسنل در اداره مبارزه با حوادث طبیعی از دیگر مواردی است که مسئولان ریاست از آن سخن می‌زنند. افزون بر این، ولسوالی‌های گوران، اوبه، شندن، پشتکو، زیرکو و زاول از ولسوالی‌های آسیب‌پذیر است که بر اساس آمارهای ریاست مبارزه با حوادث طبیعی بیشترین متضرر را در خود دارد.